بابک جهانبخش ممنون خروج شد و از موسیقی ایران خداحافظی کرد. در روزهایی که هر روز سلبریتی های کشور به خاطر حمایت از اعتراضات مردمی ممنون خروج یا ممنون کار می شوند، حالا خبر ممنون خروجی بابک جهانبخش همه را شوکه کرده. جهانبخش که گویا قصد خروج از کشور را داشته، فهمیده که ممنون خروج شده و نمی تواند کشور را ترک کند. پس از این او برگه ممنون خروجیش را در اینستاگرام منتشر کرد که با واکنش منفی بسیاری از مردم روبرو شد. واکنش ها به قدری منفی بود که او پست اینستاگرام خود را پاک کرد و در استوری خود نوشت: پستم را پاک کردم چون احساس کردم به خودم بی احترامی کردم که اصلا مطرحش کردم و درس بزرگی گرفتم از خواندن متن کامنت ها. از ماست که بر ماست، فقط همین. شاید اینستا اصلا جای مناسبی برای حرف زدن نباشه، ولی به نظرم با این سطح از فرهنگ و برخورد با هم دیگه جای بهتری رو برای سرزمینم نمیبینم. شاید باید از اول تربیت رو از خونه خودمون شروع کنیم. اون وقتی که تونستیم دو کلمه بدون فحش و توهین و الفاظ رکیک صحبت کنیم، شاید بتونیم بیشتر معنی حرفای همدیگر رو بفهمیم و اینجوری فقط حرمت ها شکسته میشه. مثل الان که دیگه هیچ پرده احترامی وجود نداره و به همین دلیلم هیچ آینده قشنگی متصور نیستم، چون ما حتی برای همزیستی با هم دچار بحران شدیم. باقیش بماند. بابک جهانبخش اضافه کرد: در مورد جوانهایی که پرپر میشن هم بگه میشه به تفاوت باشیم. منم آدمم، قلب دارم، روح دارم، دق میکنم. این همه گفتیم جوانا گناه دارن، نکنید. مگه کسی شنید که حالا اشکال از من باشه؟ تهش یه خواننده پاپ بودم که نیمچه احترامی داشتم که دیگه اونم ندارم. اگه بدهی دیگه ای هم دارم یا لایق آویزون شدن رو دار هستم، باور کنید مشکلی ندارم. بعضی از شما مردم تو این سالها بارها ما رو بالای دار کشیدید و قلبمون رو جوری میسوزونید که خیلی وقت حس میکنم مرده متحرکم. بابک جهانبخش در استوری دیگه ای نوشت: حرفام رو تموم میکنم. حلال کنید اگه بدی و کوتاهی از من در این سالها دیدید. خوبی ها رو هرگز از یاد نمیبرم، ولی اینجا دیگه جای من نیست. یعنی من توان بودن در این فضای سنگین و پر از خشم و کینه رو ندارم. ترجیح میدم به دور از این فضا دنیا رو جور دیگه ای تصور کنم و یه دیوار تنهایی دورم بکشم و نه کسی رو آزار بدم و نه اجازه بدم کسی بیش از این روحم رو فرسوده کنه. دیگه چیزی از قشنگی های زندگی نمونده و باید قدر خانواده و چیزهای ارزشمند رو بیش از پیش دانست. حال خوب هم شاید اونجا باشه. اگه هم خوندیم برای دل خودمون میخونیم، اگه هم شنیده شد برای حامیان و رفقا و دوستان محرم همیشه درب خانه باز است. بابک جهانبخش بعد از این حرف ها برای همیشه از موسیقی ایران خداحافظی کرد. نظر شما در این باره چیه؟ برامون کامنت کنین. لطفاً برای حمایت از کانال این ویدیو رو لایک و حتماً کانال رو سابسکرایب کنید.